بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین، لا سیما بقیت الله فی الارضین اجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله توفیق داریم که با هم دیگه گفتگومون رو در مورد دعای جوشن کبیر ادامه بدیم. به فراز 50 رسیدیم الحمدلله. یا من یرا ولا یرا، یا من یخلق ولا یخلق، یا من یهدی ولا یهدا، یا من یحیی ولا یحیا، یا من یسأل ولا یسأل، یا من یطعم ولا یطعم، یا من یجیر ولا یجار علیه، یا من یقضی ولا یقضا علیه، یا من یحکم ولا یحکم علیه، یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. در این فراز تکیه روی بیان این مسئله است که خداوند متعال شبیه هیچ کدوم از موجودات این عالم نیست. لیس کمثله شی، این که من میگم شبیه نیست یعنی مثل نداره، نه اینکه حالا مثلا فرض کن علم خدا رو مثلا حکمت خدا رو یه مقدارش توی بعضی انسان ها باشه اون مشکل نیست، اما که مثلی بخواد داشته باشه، شبیهی داشته باشه، مشابهی داشته باشه نداره. در عالم مخلوقات، عالم ممکنات خیلی تأثیر و تأثر هست، یه چیزی روی یه چیزی اثر میذاره و خودش از چیزهای دیگه اثر میپذیره، کما اینکه قبلا هم گفتیم. اما در ناحیه خداوند متعال یک طرفیه. فلاسفه یه اصطلاح خوبی دارن، میگن اضافه، اضافه اشراقیه است. ببینید اضافه یعنی نسبت، گاهی نسبت بین دو چیزه که هر کدوم از همدیگه مستقلن. مثلا فرض بفهمید دو تا انسان که با هم رفیق هستند، کنار هم نشستن مثلا، یا فرض کنید من و این میزی که جلوم هست، خب ممکنه یک رابطه بین اونها هست، مثلا نزدیک بوده، دست راستش دست چپش بالاتره پایینتره، اما اضافه و نسبتی که بین خدا و موجودات هست بهش میگن اضافه اشراقیه. یعنی درسته که ما دو طرف داریم، اما یک طرف از اون طرف دیگه مثل نور خورشید که از خورشید سر میزنه، این طرف هم از اون طرف دیگه اشراق شده، پس میشه اضافه اشراقیه، یعنی یک طرف نسبت از طرف دیگه ایجاد شده. مساوی نیستن، در عرض هم نیستن، مستقل از هم نیست. خب این نکته اصلی این فراز هست، اون وقت در محورهای مختلف بیان شد. یا من یرا ولا یرا، ای کسی که میبیند و دیده نمیشود. میبیند البته نه با چشم سر، با چشم ظاهری، اما به هر حال او بصیر است. بهترین علم را با دقیق ترین جزئیات او داره، علم به مسموعات، علم به مبصرات، علم به مذوقات، علم به ملموسات، علم مشمومات، به همشون با دقت مطلق و بدون خطا علم داره.
اما چیزی نمیتونه خدا را ببینه، نه با چشم سر میتونن ببینن، نه میتونن چنین احاطه‌ای به جزئیات داشته باشن. بله با قلب میتونن خدا را ببینن. امیرالمومنین وقتی که سوال شد که آیا خدا را دیدی، گفت لم اعبد ربا لم اره، من عبادت نکردم خدا را که ندیدم، منتها خب با چشم سینه، چشم قلب. اما همون رؤیت قلبی هم باز حد داره. اونجور که خدا میتواند رؤیت بکنه و بدانه همه چیز را، مخلوقاتش که نمیتونن به او احاطه پیدا بکنن. حالا اینجا یا منظور رؤیت حسی بوده که خب دیگه اصلا مشخصه که خدا رؤیت حسی نمیشه، اگر اعم از رؤیت حسی و رؤیت قلب باشه، باز در مورد خداوند رؤیت قلبیش هم حد داره، کامل نمیشه رؤیت کرد. یا من یخلق ولا یخلق، ای کسی که می آفریند اما خودش آفریده نشده است، بی‌نیازه. حضرت عیسی از تخلق من الطین که هیئت طیر، اما خودش مخلوقه. فتبارک الله احسن الخالقین، خالقین جمعه، اما همه اونها غیر از خود خدا که احسن الخالقینه مخلوق هم هستن. حالا هر کی هست اون خالقین غیر از خدا همه مخلوق هم هستن. البته این باید در معنای خلقت توسعه بدیم. اگه خلقت رو به معنای خلقت از عدم در نظر بگیریم، یا خلقت لامنشأ در نظر بگیریم که فقط خدا خالقه، اما وقتی خلقت رو به معنای تغییر رو در صور و اینها در نظر بگیریم، خب دیگه تو انسان‌ها و موجودات دیگه هم میتونیم خالق تصور کنیم. خالق این ساختمون، خالق این اثر هنری که مثلا حضرت، یا بگیم حضرت عیسی با معجزه مثلا پرنده رو حیات میده و فلان، خب این دیگه توسعه در معنای خالقه. به هر تقدیر اگر ما حتی توسعه هم بدیم در معنای خالق، ممکنه خالقهای دیگه پیدا بشه، ولی همشون مخلوق هم. اون خالقی که مخلوق نیست خداوند متعال. یا من یهدی ولا یهدا، ای کسی که هدایت میکنه ولی خودش هدایت نمیشه. همه موجودات عالم هدایت میشن. خلق فسوا و الذی قدر فهدا، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. هر مخلوقی مهدی هم هست، یعنی هدایت شده هم هست. حالا خداوند متعال هدایت میکنه ولی هدایت نمیشه. ممکنه کسی بگه که خب در قرآن میگه که، میفرماد که هادی باید کسی باشه که نیاز به هدایت نداشته باشه. یه بحث جالبی است در قرآن کریم که هادی هر کسی نیست. این که میفرماد انما انت منذر و لکل قوم هاد، برای هر قومی باید هادی باشه. هادن یعنی هادی دیگه. این منظور مثلا علما و اینا نیستش. در قرآن میفرماد که اف من یهدی الى الحق احق ان یتبع ام من لا یهدی الا ان یهدا، آیا کسی که هدایت به حق می کند سزاوارتره که تبعیت بشه، یا کسی که نمیتونه راه پیدا بکنه مگر اینکه بهش راه نشون بدن؟ یعنی دو سمت داریم، یا یهدی الی الحق یا خودش رو باید بهش راه رو نشون بدن. پس از نظر قرآن هادی الی الحق باید کسی باشه که به هدایت مردم نیاز نداشته باشه. اما هدایت خدا چی؟ چرا؟ هدایت خدا رو که نیاز داره. لا یهدی الا ان یهدا مربوط میشه به کسانی که به هدایت مردم نیاز دارن، باید بهشون تعلیم بشه، ارشاد بشن، هدایت بشه.
هادیان الالحق در اون ترازی که خداوند در نظر داره باید کسانی باشند که علم از ناحیه خدا داشته باشند، افاضه بشه، علم لدنی داشته باشند. خب اما همون هم بالاخره عرض کردیم خود خدا هدایتشون میکنه. تنها کسی که هیچ کسی هدایتش نمیکنه خود خدا هست. یوم یهدی ولا یهدا، یوم یحیی ولا یحیا. خداوند حیات میده و از چیزی حیات دریافت نمیکنه. همه موجودات زنده حیات را به ارث میبرن، اما خدا لم یرث الحیات من حی. خدا از هیچ موجود زنده‌ای حیات را به ارث نبرده، حیات ذاتی خودشه. که حالا اونجا حیات معناش لب حیاته. ما معمولا حیات رو با شاخ و برگ و عوارضش در نظر میگیم، مثلا نفس کشیدن و غذا خوردن و رشد کردن و نمیدونم تناسل و تولید مثل و فلان. اینا منظور لوازم حیاته. اصل حیات که در انسان بشه باشه، در فرشته ها بشه باشه، در خدا بشه باشه، این است که علم و قدرت و اراده باشه. اگر آگاهی باشه، قدرت برای پاسخدهی باشه، اراده باشه، موجود زنده است. حتی گاهی بعضی از اینا هم باشه، اونای دیگر رو به دنبال خودش داره. از وقتی بگه اراده، خب باز اراده هم حیات داره. پس او حیات داره. اولا الحی، اگر اشتباه نکنم 5 جا در قرآن کریم خداوند به عنوان الحی معرفی شده. بعضی جاها بلا فاصله بعد از توحید، مثل آیت الکرسی الله لا اله الا هو الحی. بعضی جاها قبل از توحید هو الحی لا اله الا هو. خیلی حیات خدا مهمه، چون اصلا ربی که حیات نداشته باشه نمیتونه، حتی ربی که چرت بزنه نمیشه. پس الحی هست. دو، حیات رو هم میده. سه، گیرنده حیات هم خودشه. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. اگه اون نخواد کسی نمیتونه حیاتو بگیره. اگه مثل حضرت ابراهیم توی کوهی از آتش هم بندازن، اگه نخواد کسی نمیتونه حیاتو بگیره. مطلب چهارم این که کسی به او حیات نداده و کسی نمیتونه اصلا در حیات او تصرفی بکنه، کم و زیادش کنه. مطلب بعدی، یا من یسأل ولا یسأل. خداوند سوال نمیشه ولی سوال میکنه. یعنی چی سوال میکنه؟ اینجا سوال به معنای تقاضا کردن که نیست. اگه به معنای تقاضا کردن بود، اتفاقا او تقاضایی نمیکنه ولی همه ازش تقاضا میکنن. اینجا سوال معنی پرسش کردنه. منتها پرسش کردنم نه به معنای استفهام. باز پرسش استفهامی هم از خدا میشه. فرشته ها سوال کردن، پیغمبر ها سوال میکنن، انسان ها سوال میکنن. این که میگیم از او پرسش نمیشه، یعنی مورد سوال و جواب و استنتاق و خلاصه مؤاخذه قرار نمیگیره. یعنی او در مقابل کسی مسئول نیست که باید حساب پس بده، اما غیر خدا، اونهایی که دارای اختیار هستن باید سوال پس بدن. یه موقعی من روی این مسئله فکر میکردم، این رو اینجوری جمع‌بندی کردم. چون ما میدونم فرشته هم که ازشون سوال نمیشه. چرا؟ چون اونها انتخاب ندارن، اراده دارن، اما ارادهشون طبق ذاتشون، ذاتشون خیره، عقلم دارن، شهوات ندارن، ارادهشون طبق ذاتشون، اونجا دیگه انتخاب ندارن، گزینش ندارن، لذا از اونها هم سوال نمیشه. فرشته ها رو برای حساب و کتاب نمیارن.
سنگ و چوب و اینها رو هم نمیارن. حالا فرشته ها اراده دارن، در یه سطح بالایی هستن، سنگ و چوب ها مثلا اراده ندارن، اونا هم نمیارن. انسان چون دارای قدرت انتخاب، خب همش سوال میشه آقا چرا اینو انتخاب کردی نه اون انتخاب، اینو به لحاظ فلسفی هم سواله دیگه که چی شد این طرف رجحان پیدا کرد نه اون طرف. اون وقت چون خدا رب ماست و رب این عالمه، چون ما تصرفاتی که میکنیم داریم به عنوان یک مخلوق خدا در مخلوقات خود دیگر خدا تصرف میکنیم. مرحوم آیت الله بهاری عمدانی در تذکرت المتقین میفرماند که انسان اگه دستش هم بخواد تکون بده نیاز به اذن داره. همین دست تکون دادن ممکنه گاهی ظلم باشه، با دست تکون دادن هم آبروی کسی رو میبره یا کسی تحقیر میکنه، یا کسی میبینه دستش میبره بالا دستور قتل میده. هم یه دست تکون دادن چیز کوچیکی نیست. حتی اصلا هیچ کاری هم با کسی نکنه، به هر حال ما بنده خدا هستیم دیگه، باید بفهمیم چیکار باید کنیم. در علم اصول میدونید اکثر اصولیون میگن که قبح عقاب بلا بیان داریم، قائل به براءت عقلیه هستند. میگن قبح عقاب بلا بیان، چون عقل میگه که تا تکلیفی بیان نشده نمیشه بازخواست کرد چرا انجام ندادی. بعد به لحاظ شرعی هم که میگن کل شیء لك حلال حتی تعرف انه حرام به عینه فتتعه، هر چیزی حلاله مگر که بدونی این خودش حرامه به خصوصه و بذاریش کنار. خلاصه هم قائل به براءت عقلی هستند هم براءت شرعی. مثلا اما مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه براءت عقلی رو قبول نداره، براءت شرعی رو قبول داره ولی براءت عقلی رو قبول نداره. میگه اگر نبود که خلاصه ما دلیل شرعی داریم براءت عقلی کافی نیست. و حرفش هم اینه، ایشون میگه که ما نمیتونیم تصرف بکنیم در این عالم الا اینکه اذن داشته باشیم، یعنی اصل بر عدم تصرف جواز تصرفه. شما در این عالم مثل یک کسی هستیم که غریبه ای رفته تو خونه کسی، ملک کسی، نمیدونم کتابخونه کسی، نباید دست بزنه به چیزی مگر اینکه اذن بگیره، اجازه بگیره. واسه ایشون این بحث اونجا داره. حالا به هر تقدیر ما چون انتخاب میکنیم سوال پیش میاد که چرا اینو انتخاب کردی چرا اونو انتخاب کردی. اون وقت در مقابل خداوند که رب ماست و رب این عالمه ما باید حساب پس بدیم، باید سوال ما خلاصه بررسی بشه که چه جوابی بهش دادی. مسئولیت از اینجا ناشی میشه. کسی که دارای انتخابه در مقابل خودش مسئوله، اولا به خودش باید جواب بده که چرا من این کارو کردم، مگه نباید ما محاسبه نفس بکنیم؟ پس من باید خودم از خودم سوال کنم که چرا من این کارو کردم و به خودم جواب داشته باشم بدم. بعد در مقابل اونهایی هم که تسلط دارند، آثوریتی دارن، باید انسان جواب بده. مثلا یه بچه باید به پدر مادرش جواب بده، یک کسی که استخدام شده به رئیسش باید در اون حیطه جواب بده، نمیدونم کسی که یک اقتدار و مرجعیت سیاسی داره باید بهش جواب داد. اما حالا مهمترین چیز اینه که باید به خداوند متعال جواب داد. اما خدا به کسی نمیخواد جواب بده، نه به خاطر اینکه نعوذ بالله مستبده، مثل حاکمان مستبد که به هیچ کی جوابگو نیستن، هیچ کی نمیشه ازشون سوال کنه، کسی سوال هم بکنه ناراحت میشن، نه به اون معنا نیست. کسی ازش سوال نمیکنه چون آخه چیزی نمیتونه اونجا اشتباه بشه. عرض کردم حتی از فرشته ها معنا نداره سوال بکنیم، چون نیازی وجود نداره، اونجا همیشه بهترین چیز اتفاق میفته. یا من یطعم ولا یطعم،
خداوند اطعام میکنه همه موجودات عالم، از او رزق دریافت میکنن. حتی فرشته هم غذای مادی نمیخورن، ولی اونها هم رزق خودشونو دارن. طعامهم تسبیح، طعامشون تسبیحه. حتی مثلا شهدا هم میفرماد که احیاء عند ربهم یرزقون، اونها هم بالاخره رزق دارن. حالا هر نوع رزقی، هر نوع طعامی، طعام حتی علم باشه، طعام روح باشه، اینها رو از اوست و او میده. اما خودش نیازی نداره که کسی بخواد به او اطعام کنه. اولا اصلا او به طعام نیاز نداره، چون موجودی نیاز به طعام داره که باید تقویت بشه، باید شارژ بشه. درسته؟ چرا ما غذا میخوریم؟ چون باید انرژی بگیریم بتونیم ادامه بدیم. باید اون نیازهای بدنمون، اون موادی که بدن نیاز داره، اینا از این طریق چی بشن؟ تأمین بشن. خب خداوند متعال که نیازی نداره، که برای اون نیازی به طعام نداره، نیاز به رزق نداره. ما اريد منهم من رزق و ما اريد منهم ان يطعمون ان الله هو الرزاق. خدا رزاقه، خدا نیازی به اطعام ما نداره، اما همه چیز نیاز به اطعام او داره. یا من یجیر و ولا یجار و علی، ای کسی که جوار و جار، جوار اجار یجیر، و اینا از همون ریشه است، به معنای پناه دادن. ان احد من المشرکین استجارک، اگر یکی از مشرکین از تو استجاره کرد، استجاره یعنی چی؟ یعنی طلب پناه کرد. پس یا من یجیر و ولا یجار و علی، یعنی ای کسی که پناه میده اما هیچ کسی به او پناه نمیده، او خودش نیازی به پناه نداره، پناه و پناهگاه نمیخواد، اما او به همه پناه. اگر کسی از خدا به عنوان پناه استفاده نمی کنه، اون دیگه خودش نخواسته، ولی خداوند هیچ مشکلی نداره. یا من یقضی ولا یقضا علی، یا من یحکم ولا یحکم علی. این دوتا خیلی شبیه به همه. ای کسی که قضاوت می کنه اما راجع بهش قضاوت نمیشه. ای کسی که حکم میکنه، حالا اگه حکم معنای داوری باشه همون شبیه قضاوت میشه، اگر حکم چیزای دیگه هم باشه، چون حکم همیشه داوری نیست، یه طرف هم میتونه باشه. مثلا فرض کنید رئیس یک جایی حکم میده و میگه مثلا این آقا از اینجا باید بره، یا این آقا باید بالاتر بره، پایینتر بیاد، فلان، اینا هم حکم همیشه قضاوت نیست. خلاصه قضاوت کردن و داوری کردن و حکم کردن برای تصرفات افراد و جایگاهشون و اینها از ناحیه او هست، اما برعکسش نیست. هیچ کسی نمیتونه راجع به داوری کنه، چون داوری کردن اولا فرع اینه که طرف مسئولیت به معنای اخلاقی داشته باشه، که خداوند چنین مسئولیتی نداره، چون نمیشه ازش سوال کرد. چرا نمیشه سوال کرد؟ عرض کردیم چون انتخاب نداره، همیشه کارا 100% درسته. کسی هم نیست که بخواد به اصطلاح اتوریتی بر خدا داشته باشه که بخواد قضاوت کنه. اینم مشکل دوم، اولا اصلا زمینش نیست، دوم این که اصلا مانع هست. کی میتونه بالاتر از که او بخواد به خدا بگه که تو درست عمل کردی یا غلط عمل کردی؟ داور باید این کارو کنه دیگه. هیچ حکمی هم کسی نمیتونه برش بکنه که برای او تکلیفی درست کنه. بله، حکم مثلا فلسفی میشه کرد که مثلا خداوند جزء نداره، ترکیب نداره، این حکم ها منظور نیست. منظور یا داوریه یا یه حکم تکلیفی، مثل این که مثلا عزل کنیم، نسب کنیم، اینا رو که نمیشه. و نهایتاً یا من لم یلد ولم یولد، این آخریه با اونای دیگه فرق میکنه. خب یه قسمتش اینه که از خود قرآن گرفته شده، بنابراین خود قالب حفظ شده، با قالب اونجا فرق داره، چون اونجا همش دو تیکه‌ای بود،
این کارو میکنه، ولی کسی دیگری اون نمیتونه باهاش این کارو بکنه، درسته؟ میبینه ولی کسی نمیتونه رو ببینه، خلق میکنه کسی نمیتونه رو خلق کنه. اینجا فرق کرده، اما اون لب قضیه که گفتم اینجا هم هست، که یعنی در واقع همه اینا میخوام بگم شبیه او کسی نیست. اتفاقا آخرین حرفش هم همینه، یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کسی که نه به دنیا میاره، والد نیست، فرزند نداره، ولم یولد یعنی والد نداره، پدر و مادر نداره، نه بچه داره نه پدر و مادر، نه کسی رو به دنیا آورده نه او کسی رو به دنیا میاره، اصلا از این دایره بیرونه. اما کلیش این میشه که لم یکن له کفوا احد، هیچ شبیهی نداره. وقتی هیچ شبیهی نداره، پس بچه نمیتونه داشته باشه، چون بچه آدم با آدم شبیه میشه. پدر و مادرم نمیتونه داشته باشه، چون پدر و مادر آدم با آدم شباهت داره، از یک نوع حداقلش اینه، حالا شباهت‌های خیلی بیشتری هم دارن. بچه هر کسی به پدر و مادرش فقط شباهت در انسان بودن نداره، خیلی شباهت های دیگه هم داره. خدا اگه قرار بود بچه داشته باشه یا پدر و مادر، باید خیلی به شباهت داشته باشه، حالا هم در نوعش هم در خصوصیاتش، ولی خداوند اصلا شبیه نداره. لم یکن له کفوا احد، هیچ شبیه نداره و اصلا براش دویی نمیشه لذا تصور کرد، نه اینکه بالفعل یکیست ولی میتونست دوتا باشه. یه موقع مثلا من اینجا ممکنه یه دونه مثلا مداد دارم، میگم تو این اتاق یه مداده، ولی خب میتونست دوتا هم باشه، مشکلی نبود. یه موقع از یه موجودی تو عالم ممکنه یه دونه باشه، ولی دوتا هم بود مشکلی نبود. این یک ریاضیه، اما خداوند واحدی است که دو بردار نیست، سه بردار نیست، چون صرف و شی لا یتثنا و لا یتکرر، وجود مطلق اصلا نمیشه بهش دو و صرف تصور کرد. خب این شد پس فراز پنجاهم. یه بار دیگه این فراز رو میخونیم، این دفعه حالا با توجه بیشتر و به قصد دعا. بسم الله الرحمن الرحیم. یا من یرا ولا یرا، یا من یخلق ولا یخلق، یا من یهدی ولا یهدا، یا من یحیی ولا یحیا، یا من یسأل ولا یسأل، یا من یطعم ولا یطعم، یا من یجیر ولا یجار علیه، یا من یقضی ولا یقضا علیه، یا من یحکم ولا یحکم علیه، یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سبحانک یا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. خب ما امروز به همین فراز اکتفا میکنیم. اگر خواهرها سوالی نکته مطلبی دارند در خدمت هستیم. خیلی ممنون و متشکرم. خواهش میکنم. خسته نباشید. سلامت باشید. خیلی ممنون. سوالی چیزی هست؟ خانم زکی سوالی دارین شما؟ من میکروفونتون رو فعال میکنم اگر سوالی. خواهرا اگر سوالی دارین با علامت دست نشون بدین من میکروفونتون رو فعال بکنم، یا توی چت بنویسین سوالتون. خانم سلامت بفرمایید. علیکم السلام. من گفتی این اراده و انتخاب در مورد ملائکه متوجه نشدم، یعنی فرق اراده با انتخاب رو میخونم؟ اصلا سوال. اراده به دو معنا به کار میره. به یک معنا در مورد خداوند و فرشتگان هم صادقه، به یک معنا در مورد اونها صادق نیست. اگر منظور از اراده این باشه که فعلی که انجام میدن به اجبار بیرونی نیست،
هیچ عاملی از بیرون اونها را مجبور نکرده، این عام میشه. خدا هم مریده، یعنی موجب نیست. فرشتگان هم مریدن، انسان هم مریده. اما اگر اراده به معنای این باشه که موجودی میاد انتخاب میکنه، یعنی گزینه‌های مختلفی سر راش هست، خیر و شر مثلا جلوش هست، خیر و شر و شرتر مثلا جلوش هست، حالا همیشه دوتا نیست دیگه، خیر و خیرتر هست مثلا، خلاصه موجودی که بین گزینه‌های مختلف انتخاب میکنه، اگه اراده منظورتون اینه، خب انسان این اراده رو داره، ولی در مورد فرشته ها و خدا این معنا غلطه، چون خدا و فرشته ها انتخاب نمی کنن بین خوب و بد، یا خوب و خوبتر یا بد و بدتر. دقت میکنید؟ چون اونجا میل ها وجود نداره، اونجا شهوات وجود نداره، اونجا فقط پاکیه، فقط خیره. پس اراده به چه معناست؟ یعنی مجبور نیستن، از بیرون کسی بهشون فشار نیورده، ولی خودش خوبی داره، خودش اراده داره، یعنی طبق ذات خودش همش ازش خیر سر میزنه و روی فعل خودش هم تسلط داره، هیچ چیزی نمیتونه مجبورش کنه، هر وقت خواست انجام میده. روشنه؟ بس همین، مثلا شما فرشته چرا گناه نمیکنه؟ اگر میتونست هم گناه کنه هم طاعت داشته باشه، خب یه سری فرشته ها گناه میکردن اگه واقعا دو راست جلوشون بود، معلوم میشه پس یه راست جلوشون بیشتر نیست طبق نظر فلاسفه. لا یعصون الله ما امرهم، اونا هیچ وقت از خدا معصیت و نافرمانی به جا نمیارن. خیلی ممنون استاد. سلام باشه. خانم علوی سوالی رو فرستادن. بله، چیه؟ دلیل قرار گرفتن اسماء الهی در یک بند از دعا چیست؟ دلیلش این است که گاهی اوقات اینا معانیش مکمل همدیگه است، گاهی اوقات هم ممکنه بیشتر حالا طبق اون ساختار و اون نظمی که هست این گفته شده، ولی ممکنه مثلا خیلی ارتباط تنگاتنگی با بغلیش نداشته باشه، یا ممکنه ما حتی متوجه نشیم. مثلا ما تو این فرازهایی که تا به حال داشتیم، بعضیاش خب دقیقا همه دونه دونه به هم مربوطه، بعضیاش یه مطلب کلی رو میخواد بگه، بعضی ها حتی ممکنه تک و توک باشه که حتی اون یه دونه مثلا یه چیز کل راجب و کلی رو نمیخواد بگه، یه چیز سواره میگه، ولی وزن و ساختارش به اونای دیگه میخوره. این هم به نظر میرسه که میتونه باشه. الان تو همون فرازای قبلی مثلا به نظر میاد که بعضیش میتونست اینطوری باشه، مثلا بریم اگه عقب عقب مثلا ممکنه توش پیدا کنیم بعضی که فکر میکنیم که این برای در واقع هماهنگی سبک و وزن آورده شده، ولی مثلا اینجوری نیست که مثل اون نهتای دیگه مثلا با هم دیگه یک ارتباط معنایی خیلی نزدیک شده، گرچه خب همه اینا به هم مربوطه، همه بالاخره صفات الهی میشه. خیلی ممنون. دو تا سوال دیگه قرار مطرح کردن، فرصت دارین آجا؟ بله بفهم. سوال خانم محمدی که فرمودن بین اراده فرشته و خدا شد منظورشون چه فرقی هست؟ فرقی هست، فهمیدن که توضیح بفرمایید. خب اراده خدا و فرشته ها از نظر معنا به یه معناست، ولی حقیقتش خب فرق میکنه. ما مثل تو بحث وجود میگیم وجود مشترک معنویه، ولی حقیقت وجود فرق میکنه. وجود خدا با وجود انسان، مفهوم وجود یکیه،
درسته؟ مشترک لفظی که نیست. الله موجودون، انسان موجودون، شجره موجودون، معنای موجود یکیه ولی حقیقت موجود فرق میکنه. اراده خدا و فرشته ها معناش یکیه اما حقیقتش خیلی فرق میکنه. فرشته خودش و ذاتش همه چیش از خداست، پس ارادهش طبق ذاتشه، اما کی ذاتش رو آفریده؟ خدا. پس ارادهش هم توسط خدا آفریده شده، منتها چون از طریق ذاته بهش نمیگه مجبور، درسته؟ طبق ذاتش داره عمل میکنه، اما خداوند متعال مخلوق نیست، بنابراین ارادهش هم مستقله، هیچ حتی خالقی روش اثر نداره چه برسه چیزهای بیرونی. فرشته چیزای بیرونی روش اثر نداره ولی خب خالق او رو ایجاد کرده، او رو با این اراده ایجاد کرده، یا دیگه فرق در حقیقتشونه. بله خیلی ممنون خانم علوی. حتی در ادامه سال قبلیشون که دلیل قرار گرفتن اسما در ایران بود، من که ممکنه که مثل تدبر در قرآن ارتباطی پیدا کرد بین اسما؟ ارتباط پیدا کرد؟ بله خیلیش که ارتباط داره. حالا بعضیش گفتم تک و توک مثلا شاید پیش بیاد که ما نتونیم خیلی پیدا، ولی خب میشه ارتباط پیدا کرد، منتها به این معنا که میزان قرابتش با اون قبلی ها کمتر از خود قبلی ها بین خودشونه، نه اینکه ارتباط نداشته باشه ها. منم الان از قدیم تو ذهنم، یعنی الان من مثال بپرسید ممکنه الان مثالش باید برم بگردم پیدا کنم، ولی تو ذهنم هست که بوده مواردی که مثلا این 10 تا که هست یه اونی مثلا 7 تا 8 تا 9 تاش خیلی به هم نزدیکتره، یکیش مثلا ممکنه که اونقدر به اونا نزدیک نباشه، ولی خب همش به هم مربوطه، بی ارتباط نیست. خیلی ممنون و متشکرم. دیگه سوالی ظاهرا ندارن خواهران. خدا خیرتون بده. خیلی ما رو دعا بفرمایید. التماس دعا استفاده کردیم. خواهش میکنم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا حفظتون باشه. خدا نگهدار.